سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت 8:30 شب به وقت تهران، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیشرو همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. بررسی می‌کنیم آنچه را که در عرصه داخلی ایران می‌گذرد، به ویژه در عرصه اختلافات روزافزون میان جناح‌های حکومتی و نیز آنچه را که در عرصه منطقه و عرصه بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است. با من و شما هستند، چون جمعه شب‌های پیشین در تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده عزیز و آقای محسن سازگارا در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگار نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگار با سلام به شما در واشنگتن آفتابی. ممنون، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده، بسیاری رؤسای جمهوری، نخست وزیران، نمایندگان اومدن در نیویورک، انشاءهای خودشونو خوندن در اون چه که مجمع عمومی هست و برخی اونو زنگ انشاءهای سازمان ملل میدونن و رفتن. انشاءهای طولانی هم خونده شده بود قبلا، چندین ساعته، انشاءهای معمر قذافی و بقیه و تموم شد رویدادهای دیگه. اما ظاهرا پیامد اومدن آقای روحانی به اینجا همچنان ادامه داره. یکیش هم حرفای خود ایشونه که ما روزنامه نگاران زندانی اصلا نداریم در ایران و اونچه که عزت برای کسب عزت برای مردم ایران، چه کسب عزتی بوده برای مردم ایران سفر آقای روحانی؟ های نوریزاده از شما میشنم. بله، اجازه بدید آقای چالنگی بگم در میان همه رهبرانی که به سازمان ملل اومدن و به قول شما گهگاه انشاءهای قشنگی هم خوندن، یک نفر با درد آمد و صادقانه حرفاشو زد و اون ابو مازن بود و توجه نکرد به اینکه ممکنه این حرفا آمریکا خوشش نیاد، یا حرفاشو زد و اعلام خطر کرد که اگر تا پایان سال اسرائیل مشخص نکنه خروجشو از اراضی اشغال شده سال 67، فاجعه به بار خواهد اومد. ولی بقیه به قول شما اومدن انشاءهای خوندن. البته آقای اوباما نقطه نظرهای جدیدی در رابطه با مبارزه با تروریسم عنوان کرد، اما آقای روحانی به اعتقاد من حتی اون اسکجوالی که برای خودش گذاشته بود، ترتیباتی که منظور شده بود، هیچ کدوم اونا تحقق پیدا نکرد. در درجه اول آقای حسین موسویان، معاون سابق وزارت خارجه، سفیر اسبق در آلمان و فلو در دانشگاه آمریکا که بعدن هم دستگیر شدن به جرم جاسوسی و بعد اومدن به آمریکا، ایشون گفته بودن مقام معظم رهبری جواز دیدار با اوباما رو به آقای روحانی داده. معلوم شد این جواز هم مثل جوازهای دیگه آقای خامنه‌ای اعتبار نداره، جواز باطل از اول صادر شده، به جهت اینکه آقای روحانی نه تنها نظیر سال قبل که حتی بالاخره تلفنش یه تحولی بود، بلکه حرفایی که زد به نظر من حرفای بی ربط و شعارهایی بود تو خالی که هیچ تأثیری در ایجاد تحولی در روابط با امریکا نداشت. از سوی دیگر مقوله عزت که آقایون خیلی روش تکیه میکنن،
با رفتن ایشون به اقامتگاه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و اونجور حرفا و بعد حرفای کامرون، این عزت به هیچ وجه رعایت نشد. و در این حال آقای روحانی در گفتگو با خانم کریستین امانپور و دیگر چهره های سرشناس رسانه های آمریکا حرفای عجیب غریبی زدند. همون که شما فرمودید، در ایران ما روزنامه نگار زندانی نداریم، برای کارهای دیگه زندانی شدن و ما یه فهرستی میتونیم برایشون ردیف کنیم که اینا هیچ کار دیگری غیر روزنامه نگاری نکردن. این زشته که آقای روحانی بیاد توجیهگر جرائم و جنایات هیئت حاکمه بشه و بعد ادعا بکنه آدمی متفاوته چون 18 میلیون رأی داره. آقای روحانی اگر نمیتونه، حداقل صداقت خاتمی رو داشته باشه، بگه آقا من کاری نیستم، مقام معظم رهبری تصمیم میگیرد، نوکرشون در دادگستری آقای صادق لاریجانی هم اجرا میکنه، نه اینکه بیاد توجیهگر بشه و دفاع کنه و بگه نخیر ما روزنامه نگار زندانی به خاطر کار روزنامه نگاری نداریم، در حالی که همه اونهایی که در زندانن کار روزنامه نگاری کرد. خب اشاره کردم به ابو مازن محمود عباس، کسانی دیگه هم بودن که اون بیش آقای نوری‌زاده هم دیدن در مطبوعات و رسانه ها و جاهای دیگه، و بسیاری از شما بینندگان امثال آقای سیسی، عبدالفتاح از سیسی هم نطقی که کرد بسیار مورد توجه رسانه ها در جهان عرب بود و همچنان هست. یک آقای نوری‌زاده از جمله کسانی نیست که در صحبتاش کمتر کلمه خارجی به کار میبره، اسکجول گفت ایشون برای از بینندگان ما، برای اینکه یهو نگران نشن اسکجول چی هست. همون جدول برنامه نداشت. نه من تعجب برانگیز بود برای من، بعد نزدیک به 50 سال دیدم یه کلمه انگلیسی. آقای سازگاری عزیز، در همین زمینه میشنویم، در همین زمینه این روزنامه نگاران هم واکنش نشون دادن که، و این حرف رو اساسا برای کی میزنن آقای سازگاری؟ در ایران که میدونن، در خارج هم که میدونن در ایران روزنامه نگار زندانی است. ابوالفضل عابدینی به اتهام ارتباط با دول متخاصم این عنوان اتهام میشه. شما به من بگین از رامورموس که دستگیر کردن ما میگیم رومز، چجوری اصلا میشه با این وضع ارتباطات با دول متخاصم، اگر هستن هم مثل جنگ روس و پروس دیگه تماس گرفت اصلا، اونم ابوالفضل یلاقبا یا بقیه. ولی سازگار در همین 48 ساعت گذشته، بهمن احمدی عمویی بعد از 5 سال و 4 ماه زندانی کشیدن قرار بوده آزاد بشه، 4 ماه هم اضافه کشیده و خانم بنی یعقوب همسرشون و دیگران رفتن جلوی زندان و آزاد نشدن. سیامک مهر یا صدرالدین پورشجری، وبلاگ نویس 52 ساله، بعد از 4 سال زندان آزاد شده، رفته ارومیه خانوادش رو ببینه، فامیل رو ببینه، دوباره دستگیرش کردن. من گفتم جلوی چشم آقای روحانی همین 2 نفر رو بگذارن که تو همین 48 ساعت اتفاق افتاده و به ایشون یادآور بشن که در ایران بیش از 50 نفر به جرم روزنامه نگاری با اون ماده در قانون تعزیرات که تبلیغ علیه نظام فوراً میگن بهشون میچسبونن، به اضافه تازه اقدام علیه امنیت ملی، به قول شما ارتباط با دول متخاصم و غیره، و روزنامه نگاران ما رو زندان میکنن. این بند تبلیغ علیه نظام خیلی جالبه، تو نخش و عباسی هم هست، توی کیفرخواست همه اینایی که زندان کردن شما تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی رو میبینیم. من خودم تو کیفرخواست دیدم به اون آقای حداد یا زاره دهنوی قاضی گفتم بفرمایید جناب عالی مرز این با انتقاد کجاست، کجا میشه از این حکومت انتقاد کرد و شما اسمشو نگذارید تبلیغ علیه نظام. روزنامه نگار کارش انتقاده، روزنامه نگار کارش این است که زبان مردم باشه و گریبان حاکمین رو بگیره، منتها و
حضرات بر نمیتابند و روزنامه‌نگاران ما رو زندان میکنند و ایران درست برعکس اونجوری که آقای روحانی گفتند به آمار سازمان گزارشگران بدون مرز بزرگترین زندان روزنامه نگاران، حتی به نسبت جمعیتش و حتی گاهی به طور مطلق از چین 1,200,000,000 نفری بیشتر روزنامه نگار زندان داره. من فکر کنم آقای روحانی، هم ایشون هم آقای ظریف در مصاحبه که با پی بی اس داشت وقتی در مقابل مسئله جیسون رضاییان قرار گرفتن، خبرنگار واشنگتن پست که در زندانه و همینطور سایر روزنامه نگاران، ای کاش صادقانه تر جواب می دادن، ای کاش به جای توجیه روشن می گفتن که اونها دخالتی ندارن، کاری نمیتونن بکنن، چیزی دستشون نیست، چه میدونم یه چیزی در این حدود میگفتن به جای این جمله‌ای که دست کم تا الان میتونستم بگم ما در صدر اسلام حکومت‌های اسلامی اصلا روزنامه نداشتیم و نخواهیم داشت، یعنی تعارف نداره خلافت با روزنامه نگاری که جوی ولایت فقیه روزنامه، چقدر شعرهای ایرانی از دست فقیهان کشیدن در طول تاریخ ایران، روزنامه نگاران هم وارث همون ناصر خسرو بقیه هستن، فرق نمی کنه یا وارث اصولاً استبداد آقای چالنگی دشمن بزرگش اطلاع رسانی و آزادی بیانه و همین دلیل هم اولین دعواشون با روزنامه نگاران و کسانی است که در خدمت گردش آزاد اطلاعات قرار دارن و از کاغذ اخبار میرزای شیرازی در عهد ناصرالدین شاه تا امروز بیش از هر قشر دیگه روزنامه نگارا در عروسی و عزا سرشون بریده شده و زیر فشار قرار گرفتن. به هر صورت به نظر من پدیده آقای روحانی سال گذشته در سازمان ملل که خب دنیا منتظر بود بشنوه و دیگه اون کابوس احمدی نژادی فکر میکردن تموم شده، امسال اون رونق رو نداشت، هم مثلا داعش تحت شعاع قرار داده بود و همین که آقای روحانی حرف جدیدی نداشت دیگه بزنه، نطق ایشون هم کمرنگ و خیلی بدون آب و رنگ بود. به نظرم برعکس یکی حرف آقای کامرون که گفت ما با ایران بر سر مسئله هسته‌ای، تروریسم و رفتارش با مردم خودش مشکل داریم، تا اینها حل نشه ما نمیتونیم رابطه بگیریم، به مزاق آقایون خوش نیومده و هنوز دارن فحش میدن با آقای کامرون. و هم حرف آقای نتانیاهو فکر میکنم برخلاف نطقای سال قبل و سال قبل ترش که آقای نتانیاهو به نظر من خیلی بد حرف میزد، امسال هر کی براش نطقشو نوشته بود انسجام خوبی داشت و ایشون یه نکته ای رو به لحاظ نظری دست گذاشت که میشه باش موافقت کرد. ایشون گفت مسئله اسلام جنگجویانه، اسلام میلیتنت، اسلام داعشی و نیروی قدسی سپاه، اسلام اینطور عرشبت خشن، موضوعی است که تهدید جهانی است، موضوع اسرائیل فقط نیست. البته مسئله حماس رو هم ایشون چسبون به همین و گفت حماس هم از جنس داعش و غیره و غیره و ما اگر با حماس جنگیدیم، ایران هم اگر جنگیدیم همونیست که داره دنیا با داعش می جنگه. ولی من مرادم این نکته است، ایشون گفت سر خلاصه این اسلام میلیتند و جنگجو در ایرانه و ایران خطر بزرگه، حرف کیسینجر رو در واقع تکرار کرد. بله آقای سازگاره، اما ما درباره آنچه که آقای روحانی درباره روزنامه نگاران گفت و این نکته به حتما به قسمت نتانیاهو و ادامه مسائل منطقه خواهیم رسید، اون چی که ایشون گفت، ببینید شما به امنیت ملی اشاره کردید که روزنامه‌نگاران به اتهام امنیت ملی در زندان هستند، من این پرسش رو دارم آقای نوریزاده، البته قبلش این نکته رو بگم که در ایران استبداد در دوران معاصر خب ظلم زیمباهای جدید خودش رو پیدا کرد در منطقه، اما در کشورهایی مثل ایران استبداد همیشه ریشه های دینی و مذهبی داشته، هم از پیش از اسلام و بعد از اسلام به شدت بسیار، به دار زدن و کشتن روزنامه نگاران در جریان مشروطه به فتوای فقهای شیعه بود
و همینطور که به پس در تاریخ میریم ما ببینیم دستگاه روحانیت در ایران به ویژه پس از صفویه میبینیم چه قدرتمند عمل میکنه و پیش از اون هم و حتی ریشه‌های تاریخی بسیار داره. امیدواریم در برنامه دیگه بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. اما آقای نوری‌زاده، این امنیت ملی چه جور امنیتی است این کشور؟ یعنی ایران به کجا رسیده که از درویش گناه‌آبادی گرفته تا روزنامه نگار تا دانشجو تا وبلاگ نویس تا کسی که یک کامنتی گذاشته روی یک فیسبوکی جایی تا هرچی نوکیش مسیحی استاد دانشگاه معلم کارگر، اینا امنیت ملی رو از صبح تا شب اینا چیز میکنن. پرسش اینه که اگر این همه اقشار مردم ضد امنیت ملی هستن، آخه شما بفرمایید چه وضعیت آقای جناب چالنگی؟ همون جور که رژیم از هر شاگرد دو چرخه سازی که امروز شده فرمانده و وزیر و غیره تا بالاترین مقامشون های خامنه ای، صحبت از ملت ایران، امت اسلام، ملت با عزت با کرامت، ما عزت ملت رو بالا بردیم، وقتی خودشونو یه اقلیت سرکوبگر حکومتگر، خودشونو نماینده یه ملت 78 میلیونی میدونن، در نتیجه خیلی طبیعی است امنیت ملی هم از نظر اونا امنیت سیدعلی خامنه‌ای و خانوادشه، امنیت ملی هم امنیت مجموعه حاکمه است. بنابراین طبیعی است مجموعه هیئت حاکمه اگر یک روزنامه نگار با شرفی درباره فساد نظام بنویسه، این امنیت ملی اینا به خطر میفته. اگر بیان اسرار برنامه‌های اتمیشون رو فاش کنن، امنیت ملی به خطر میفته. بعد اردشیر حسین‌پور رو میرن تو خونش میکشن، دانشمند برجسته اتمی رو. میخوام بهتون بگم امنیت ملی اینا امنیت ملی خودشونه. انقدر امنیت ملی حقارت آمیز شده که تبدیل شده به امنیت سید مجتبی خامنه‌ای، تبدیل شده به امنیت وحید افغانیان. این امنیت ملی، اگر امنیت ملی رو در ابعاد واقعی ملی نگاه میکردن، ما به این شرایط امروز دچار نبودیم. سرفرازانه ابرقدرت منطقه بودیم، کما اینکه قبل از انقلاب بودیم، کما اینکه قبل از انقلاب انقدر قدرت داشتیم که اون کمونیسم گسترده یمن جنوبی و سلطان نشین عمان رو یک تیپ ارتش ایران، واحدهای کلاه سبز و واحدهای نیروی مخصوص رفتن و سرکوب کردن. امنیت ملی ما زمانی بود که وقتی یه هواپیمای ایرانی در خلیج عدن سقوط کرد، دولت ایران 6 ساعت به یمن جنوبی فرصت داد که اولا به طرف هواپیما نیاد دست نزنه، بعد رفتن و لاشه هواپیما رو آوردن. امنیت ملی ما زمانی بود که وقتی میگفتن در اجلاس فوتبال آسیایی نقشه مجعول خلیج عربی رو بالا میبردن، آقای کامبیز آتابای رئیس فدراسیون فوتبال میومد بیرون و تهدید میکرد اگر این نقشه مجعول پایین نیاد ما بر میگردیم، و یک ساعته نقشه مجعول میرفت و جایگزین میشد با اسم واقعی خلیج فارس. امنیت ملی ما اونجا تامین میشد. به همین دلیل امنیت ملی ما رو نیروهایی که دنبال بهره برداری از ایران و سرکوب ملت ایران و تحقیر ملت ایران بودن باهاش بازی کردند و اصحاب کهف و از غار آوردن بیرون و بر کرسی قدرت نشوندن. ما هم البته خیلیامون براشون دست زدیم. حالا نباید دنبال امنیت ملی باشیم. امنیت ملی ما به باد رفته. وقتی کره شمالی رو شما فکر کنید، میگن ما یک هواپیمای بدون سرنشین یاسر درست کردیم، یه دونش هم هدیه دادیم به روس‌ها. شما فکر کنید افتخار میکنن هواپیما درست کردن هدیه دادن به روس‌ها. این امنیت ملیه؟ این امنیت ملیه که آقای روحانی میره استراخان و بعد در اونجا هیچی نمیگه که سهم ایران رو در دریای مازندران به 11% تقلیل دادن. تازه شرطن و شروطا، ما حق حفاری و نفت و اینا رو هنوز نداریم، هنوز دعوا داریم سر تعیین حدود مرز آبیمون با آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه. اینه که میخوام بگم
اینا امنیت ملی ما را حفظ کنند. این رژیم ضد امنیت ملی ما بود. هر روز امنیت ملی ما در خطره. همین امروز امنیت ملی واقعی ملت ایران در خطر بسیار بزرگی قرار داره به خاطر دخالت رژیم در یمن. فکر نکنیم یمن برای اینا گل میریزن. عبدالناصر در یمن سرنگون شد. عبدالناصر به خاطر یمن جنگ 67 رو باخت. و این آقایون هم خواهند دید در یمن این خار بزرگ گلوشون رو خواهد درید. بنابراین امنیت ملی ما هیچ وقت با نوشته یک روزنامه نگار از بین نمیره. و خیلی وقت این امنیت ملی در خطر قرار گرفته به خاطر حکومت روزخانها. این امنیت ملی ما نیست اینطور. آقای سازگار همینجاست که درست که حکومتی که از یک درویش گناه‌آبادی، درویش یک لاغبا و روزنامه نگار یک لاغبای ایرانی امنیت ملیش به خطر میفته، الان در خود منطقه همونطور که اشاره هم کردید در سازمان ملل نخست وزیر اسرائیل هم اشاره کرد باعث سلب امنیت ملی بسیاری از کشورها شده، کشورهای دست کم منطقه، یمن اشاره شد، در خود سوریه شما میبینید کدوم امنیت ملی، چه امنیت ملی؟ دست سپاه پاسداران همراه با دست بشار اسد از کرد و شیعه و سنی و مسیحی رو آواره کوه و بیابون کرده. چرا؟ سود ایران کجاست در این حوزه‌ای که جمهوری اسلامی آفریده در منطقه یا در بعضی از کشورهای؟ اگر منافع ملی ما رو بخوایم ببینیم، یعنی آنچه که به نفع مردم ایران باشه، به نظر من هیچ کجا. ما در عوض کشوری منزوی و تحت تحریمیم. اما اگر روی خط تئوری حکومت بخوایم حرکت کنیم که 35 سال امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری، اون هم به شکل دفاع از گروه های تندروی تروریست در واقع و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی، روی اون خط بخوایم نگاه کنیم، آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی انجام میده به خصوص به دست نیروی قدس سپاه، در جهت در واقع در درجه اول اسرائیل و امریکا ستیزی هستش و در درجه دوم در جهت اشاعه اسلام انقلابی تند روی شیعی قرار داره. این آخری در واقع یک نوع بازی با آتش هم شده، تبدیل شده برای ما به عنوان مردم ایران، برای اینکه ما در منطقه جنگ شیعه و سنی دامن خورده که از سوریه تا مرز ایران الان ادامه پیدا کرده. ما در کشور خودمون بیش از 10 میلیون نفر اهل تسنن داریم. آمار غیر رسمی میگه تا الان بیش از 2000 نفر رو به جرم اهل تسنن افراطی بودن حکومت دستگیر کرده و تعدادی رو هم سربنیست کرده، مثل جنرال های امریکای لاتین در واقع. و به این دلیل خود این ماجرا موضوعی است که میتواند به شدت به کشور ما رو تهدید بکنه. بعدم ببینید در منطقه این که حالا به طور اصولی کجای اون ایدئولوژی گرایی قرار میگیره که دست جنایتکاری مثل بشار اسد رو شما بفشاری، 18 میلیارد دلار پول در اونجا خرج کنی، آقای سردار همدانی رو بفرستی که شبیه بسیج در اونجا جیش الوطنی درست بکنه، حزب الله لبنان رو میلیاردها دلار خرج کنی بیاری و حاصلش 200,000 سوریه‌ای رو بکشی، 500,000 نفر رو دست کم مجروح کنی و چند میلیون، نیمی از جمعیت سوریه رو از خونه و کاشونشون به نوعی آواره کنی و حرکت بدی، کجای انسانیت، اسلام و کجای اون تصورات یک چنین کاری قرار داره. اما آقای خامنه‌ای تصورش این است که امروز هم ایشون دوباره از قولش نقل شده مطرح کرده که داعش رو
امریکا درست کرده برای اینکه اسرائیل رو حاشیه امن درست کنه براش. و میخوام بگم یعنی در واقع اون اسرائیل ستیزی و امریکا ستیزی در محور تصورات آقای خامنه‌ای قرار داره. و من هم جای چالنگی سوگمندانه عرض کنم وسعتی بیشتر از استان اصفهان در دریای خزر از کشور ما جدا شده الان. روسیه که سپر شاه عباس هدیه میکنه مثل بچه‌ای که آب نبات جیبش بذارن، آقای روحانی وقتی رفته اونجا ایشون آقای پوتین همزمان با قراردادهای دو جانبه با آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان هم مشکلی با آذربایجان داره وگرنه به طور اصولی مشکلی نداره، دریایی رو که به موجب قرارداد 1940 ملک حاکمیت سیاسی 50-50 ایران و شوروی درش داشتند و قوانین دریاهای آزاد درش صدق میکرده و باید به خصوص کف دریا که ثروت نفت و گاز توش هست 50-50 تقسیم میشده، عملا تقسیم کرده با فرمولی که دو سر ساحلی هر کشور رو وصل بکنه به یکی 19%، به یکی 21%، به یکی 22%، و سهم ایران هم دو سر ساحلش رو وصل کرده، میگه بفرمایید این هم سهم شما 11%، و توش نه نفتیه نه گازیه. یعنی از اون مطالبی که من خاطرم هست آقای چالنگی، وقتی آقای خاتمی اجازه بدید با صراحت بگم با بی‌لیاقتی تموم ایشون رفت به دوشنبه، شهر دوشنبه، اولین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر و آقای پوتین سر خاتمی داد زد. خدا میدونه من اون موقع در تهران بودن چقدر به هم گرون اومد که به هر حال رئیس دولت ایران رفته یه جایی و رئیس جمهور یک کشوری داد زد سرش و گفت ایران دفع الوقت میکنه، من معطل نمیشم، میرم با قراردادهای دو جانبه حل میکنم، بعد هم مانور نظامی گذاشت در دریای مازندران. در حالی که آقای خاتمی فقط کمر درد کرد و رفت نمیدونم 48 ساعت عصبی شد رفت هتل خوابید. این به نظر من از مواردی است که اگر در ادامه برنامه فرصتی باشه باز هم راجبش صحبت کنیم، برای اینکه بحث تمامیت ارضی ما مطرحه و روسیه اونو قرار اون مقدار مسئله دریای خزر مسئله است که کارشناسان دیگری هم امیدواریم در برنامه های آینده داشته باشیم و همونطور که اشاره کردید شایسته است که در یک برنامه ویژه به این بپردازیم. اما اونچه که مسلم هست مسئله امنیت ملی در داخل ایران هست که هیچ ایرانی که خارج از دایره حکومت هست ظاهرا نداره، در سطح ملی ایرانیان امنیت ندارن، و اونچه که بیرون از ایران هست مسئله ملی ایران که اشاره کردید آقای سازگاره هم تو راهی نوریزاده که به چه شکل تأمین میشه یا نمیشه. یکی از این موارد آقای نوریزاده سیاست خارجی هر کشوری به هر حال یک جور باید قابل اعتماد باشه، یعنی چه کشورهای دموکراتیک چه کشورهای دیکتاتوری، به هر حال شما با وزیر خارجه یک کشور دیکتاتوری هم می نشینن مثلا قراردادی رو امضا میکنن، توافقی رو امضا میکنن، مطمئن هستن که طرف این قرارداد و این توافق انجام میشه، متعهد شده هر چه که هست، معمولا این هستش. اما در ایران این رسم هست ظاهرا. آقای ظریف وزیر خارجه حکومت فقیه نشستن با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب صحبت کردن، حرفای زدن، نبیل العربی نقد کرده، بعد اومدن گفتن نه همچین حرفای نزدیم. آیا کشور عرب اعتماد لازم دیپلماتیک رو به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی دارند یا خیر آقای نورزاده؟ ندارن آقای چالنگی. نگاه کنید سعود الفیصل ملاقات کرد با آقای ظریف و خیلی خوش و خندون اومدن و آقای ظریف هم همه صحبت این بود، ولی بعد آقای ظریف توبیخ شدن از جانب سید علی آقا. این مشکل مملکت ماست. شما یادتون آقای چالنگی آقای فهمی وزیر خارجه مصر بود، با سفر پرزیدنت سادات به اسرائیل مخالف بود، خیلی سربلند و قاطع و مخالفم استعفا داد، یعنی صاحب یک پرنسیپ بود، صاحب یک خط فکری بود، صاحب یک
مبدعی بود که بهش اجازه نمیداد این کارو بکنه. آقای عمرو موسی بعدن در زمان مبارک، ببینید ما تو دوروبر خودمون که نگاه بکنیم، بسیاری از این وزرای خارجه واقعا مسئول امور دیپلماسی کشورشون هستن. وزیر خارجه بحرین، وزیر خارجه کویت، اینا همه رو داریم دوروبر میبینیم. حتی وزیر خارجه عراق آقای هوشیار زیباری در زمانی که وزیر خارجه بود، خیلی از سیاست‌ها و رفتار و گفتارش با حرفای مالکی فرق می‌کرد. خود رو وزیر خارجه می‌دونه. الان حتی آقای ابراهیم جعفری، متأسفانه در ایران وزیر خارجه چرخ پنجم درشک است. وزیر خارجه نوکر ولی فقیهه، نه خدمتگزار مصالح ملت ایران. یادمون نمیره که آقای ظریف وقتی رفتن به وین، کمردرد شدید و با رنج و ناراحتی رفت، وقتی برگشت دیدی مجلس پوستشو کند، راجب هر حرفش باید توضیح بده، حتی ریشه نداشته رو، ریشه پروفسوری رو باید به ریشه تمام میکرد، چون آقایون به دستور ولی فقیه گفتن نباید وزیر خارجه ایران بی ریش باشه و بنابراین ایشون ریش گذاشت. وزیر خارجه قبلی نگاه کنی، آقای متکی کسی که در ترکیه در دوران مأموریتش دو نفر از مخالفان رو پشت ماشین دیپلماتیک انداخت به ایران برد، این وزیر خارجه ایرانه. متاسفم آقای صالحی به نظر من تنها کسی بود در میونه اینا که شأن جایگاه خودش رو میدونست، گوین که او هم اختیار و قدرت نداره ولی حداقل شأن خود رو میدونست. متاسفانه آنچه ما آقای ظریف یک عمر تجربه دیپلماتیک، یک عمر نمایندگی در سازمان ملل، در عرصه‌های بین‌المللی، واقعا گاهی اوقات من متاسفم برای ایشون که برای رضایت ارباب باید چه حرفایی بزنه. نه، اعتمادی به دیپلماسی ایرانی. اصلا آقای چالنگی بهتون اینو بگم، یه مدتی رئیس جمهور منتخب مردم اظهارات خوب فلان فریب میداد، گول میخوردن، ولی الان همه فهمیدن تا زمانی که بدعتی به نام ولایت فقیه در ایران حکومت میکنه به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. همین الان به شما میگن ما دوستیم و عاشقتونیم، مثلا میخوایم برادری و برابری رو ثابت کنیم، همزمان قاسم سلیمانی داره خنجر رو تو کمر شما میکنه. بنابراین نه، به این رژیم و دیپلماسی هیچ اعتمادی نیست. خب آقای نوری‌زاده اشاره کردن به وزیر خارجه مصر، توضیح دادن که در زمان سادات آقای اسماعیل فهمی استعفا داد. جالبه که آقای نوری‌زاده شما که میدونید، من برای بینندگان توضیح میدم که بعدم کسی نه مزاحمه شد اصلا، و حتی پسر ایشون هم وزیر خارجه مصر شد قبل از وزیر خارجه کنونی آقای نویل فهمی. پسرشون هم از بله برحال موضوع چنینه در بعضی از کشورهای همون منطقه. آقای سازگارا، در عرصه بین المللی خارج از منطقه چی؟ تا چه اندازه اعتماد هست به دیپلماسی ایران؟ نه محتواش حالا هرچه هست، اما در غرب، در واشنگتن تا چه اندازه اعتماد هست؟ آقای باراک اوباما و دستگاه وزارت خارجه اینجا چه اندازه اعتماد دارن به دیپلماسی جمهوری اسلامی؟ البته کلن های چالنگی، من یک بار به این مسئول دسک ایران در وزارت خارجه امریکا صحبت میکردم، هم اوائلی که اومدم امریکا، گفتم شما میشینید مذاکره میکنید چه فایده ای داره، در حالی که میبینید ایران ممکنه دروغ بگه و حرف رو زیر پا بذاره. خنده کرد، حرف جالبی زد، گفت ما دیپلمات ها کارمون همینه، میشینیم دروغ میگیم و طرفین هم میدونیم. یه مقداری حالا این که سر میز مذاکره بلوف بزنن یا حرفای مختلفی بزنند ممکنه باشه، ولی کلن جمهوری اسلامی به دلیل استبداد ستبری که برش حاکمه و یک نفر یعنی آقای خامنه‌ای که اتفاقا مزاج متلونی هم ایشون داره و هر از چندگاهی هم حرفش رو عوض میکنه و مثل همین داستان هسته‌ای
او تصمیم رو میگیره، یک روزی میگه برین جلو، بعد یه روزی میاد میشینه میگه خب نه، حالا 190 هزار سو کمتر فرق صرف نمیکنه، نباید ما باید به اون عدد برسیم. و عملا هیئت ایرانی به قول دیپلمات‌های غربی به طرز آشکاری دیگه حرفی نداشت بزنه اون موقع که آقای خامنه این حرف رو زد، باعث شده که عملا آنچه که قول و وعده و وعید داده میشه مقدار زیر سوال بره. دیروز در کنگره امریکا در مجلس نمایندگان امریکا 354 نماینده نامه‌ای رو خطاب به آقای جان کری امضا کردند که در اون گفتند چون جمهوری اسلامی پاسخ آژانس رو نمیده، همکاری های لازم رو نمیکنه، به خصوص در مورد مسائل آزمایش های انفجاری که خب حساسیت زیادی هم دنیا روش داره، قابل اعتماد نیست و احتمالا تهران چیزهای خیلی بیشتری برای پنهان کردن داره. و به این ترتیب در واقع دولت اوباما فشار آوردند که مسئله آزمایش های ایران رو باید جدی بگیرند و در زمینه موشکی. من آقای چالنگی اینجا گاهی در صحبت هایی که با نمایندگان کنگره، ام از کانگرسمن عضو مجلس نمایندگان یا سناتور داشتم یا با محافل دیگه، همیشه این سوال رو مطرح کردم که یا سیاستمداران دیگه که جمهوری اسلامی امضا کننده معاهدات بین المللی است که ملزم به اجرای اونهاست، مثل مثلا پیمان ITU، پیمان جهانی اتحادیه جهانی فرکانس ها و مخابرات بین المللی. همین الان ایران غیر قانونی خلاف تعهدش در اون پیمان داره فرکانس تولید میکنه برای پارازیت فرستادن روی ماهواره ها که سرطانزاست و هزار گرفتاری هم برای مردم داره. یا مثلا مهمترین و بزرگترینش قرارداد 1948 در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشره که ایران امضا کرده در اون روزگاران و جمهوری اسلامی تعهدات رژیم قبلی رو پذیرفته، باید بپذیره وقتی صندلی سازمان مللش رو میگیره. یا اجلاس بین المجالس سال 93 در مورد انتخابات آزاد و ده‌ها مقابله نامه دیگر بین المللی که جمهوری اسلامی چه از روزگار گذشته به ارث برده، مثل مسئولیت دیپلمات ها، چه خودش رأسا امضا کرده در دوره جمهوری اسلامی و الان زیر پا میگذاره، الان اونها رو انجام نمیده. چه اعتمادی هست به چنین نظامی که اگر قرار داده جدیدی امضا بکنه مثل همین آزمایش مسئله هسته‌ای، فردا این رو هم زیر پا نگذاره نه. مثل کره شمالی. اتفاقا معمولا پاسخ همه سیاستمداران اینه که راست میگی و هیچ اعتمادی نیست، برای اینکه نظام هایی که دموکراتیک نیستن، شفاف نیستن، به مردم پاسخگو نیستند و با دنیا نمیخوان زندگی کنند، رفت آمد درستی داشته باشند، پشت پرده آهنین قرار میگیرند، کاراشون قابل اعتماد نیست، قابل حسابرسی هم نیست. به همین دلیل هم دنیا... ولی آقای سازگاران نکته درست همینجاست. حتی بسیاری از حکومت‌های مستبد دیکتاتور، همین تعریفی که شما کردید، اونها هم وقتی تعهدات بین المللی یا با دو جانبه ای رو امضا میکنه، من در مورد زمینه های مشخص میگم، یعنی با کشورهای مشخصی یه تعهد دو جانبه ای رو امضا میکنن، اجرا میکنن. از طرف دیگه هم هست، بله، از طرف دیگه هم هست کشورهایی که تعهداتی دو جانبه ای رو امضا میکنن، کشورهای دموکراتیک هم هستن، حسب اندل لزوم میبینین تعهداتشون رو اجرا نمیکنن. بس بر سر اینه، یعنی منظور من این هستش که چرا حکومت ایران هرچه که هست تعهداتش قابل اعتماد هست یا نیست؟ اگر نیست چرا؟ ببینید دو تا وجه داره. یک وجه دموکراسی و شفاف بودن حکومت که در کشور ما نیست، به قول شما بعضی کشورهای دیگه هم نیست، ولی به هر حال این وجه اول مهمه. به قول آقای اوباما توی نطقش در سازمان ملل گفت بله، در فرگوسن میزوری ممکنه
پلیس درگیری پیدا کرده، اما ما کشور دموکراتیکی هستیم، مطبوعات آزاد منعکس میکنن، گریبان حکومت رو میگیرن. بنابراین وقتی دموکراسی نیست، گردش آزاد اطلاعات نیست، خیلی چیزها رو حکومت میتونه پنهان و پسله بکنه، نه مجلسی گریبانش رو میگیره، نه حزب رقیبی، نه مطبوعات آزادی. این یه وجهه. یک وجه دیگه که شاید این دومی باشه، پاسخ نکته‌ای که شما روش انگشت گذاشتید، اون است که حکومت‌هایی که با دنیا میخوان زندگی بکنن، ولو دیکتاتوری باشن، ولو دیکتاتوری نظامی باشن، که خب منطقه ما پر است از این ماجرا، ولی وقتی میخوان با دنیا زندگی کنن، رفت آمد کنن، ناچارن یک حداقل هایی رو رعایت کنن، ناچارن پاره امضاها رو محترم بشمارن. اما اشکال دوم جمهوری اسلامی غیر از دیکتاتوریش و استبداد دینی که حاکمه این است که تئوری که حکومت داره پشت به دنیای مدرنه، اساسا مسئولیت و مأموریت خودش رو این میداند که علیه دنیای مدرن و تمدن جدید باشه، کشورشو میذاره تمدن غرب. به همین دلیل هم ابایی نداره از اینکه منزوی بشه یا معاهدات بین المللیش اگر نقض شد کسی بهش اعتمادی نکنه. با شما عزیزان خواهیم بود، بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر شبکه ایران فردا، شبکه تلویزیونی ایران فردا، تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، ببینید، آقای شهرام جزائری از زندان آزاد شد. پشت پرونده ایشون چه بود، چه نبود، چه شد، چه نشد، تقریبا بخش بزرگیش مربوط به گذشته و بخش دیگه ایش هم مبهم و پر از ابهام. پرسش من اینه، ظاهرا داستان‌های مربوط به آقای بابک زنجانی که همه میدونیم اینا در ویترین قضیه هستن به فراموشی سپرده شد. اون چند میلیارد دلاری که قرار بود رسیدگی بشه، درست همزمان با در همین ماجرا دیدیم که انگشتان دست و انگشتان پای راست یک نفر رو هم به خاطر سرقت لقمه نانی بریدن. تفسیر شما رو درست کنم جناب شالنگی عزیزم. اولا آقای شهرام جزائری بعد از اینکه مبلغ شاید نزدیک 400 میلیون دلار معادلش یا همون مبلغ به آقای محسنی اژه‌ای و دیگر راندخاران و باجبگیران جمهوری اسلامی داد و زندانی شد و بر بخاری آلادین نشاندن و بدنش رو سوزاندن و خانوادش رو آواره کردن، از زندان آزاد شد. یعنی به هر حال هرچه داشت داد و تا جانش رو به دست بیار. در مورد آقای بابک زنجانی وضع فرق میکنه، ایشون پشتش به کوه ابو قبیده وصله. نگاه کنید در زندانه و مطابق ادعای خودشون در ماه گذشته 1 میلیارد دلار در حساباش برنامه تو کار شده، حساب تاجیکستان، حساب مالزی، حساب دبی، حساب ترکیه. بابک جان از خودشونه. به هر حال حداقل اگرم نبوده، چون شریک شدن در سرمایه گذاریاش باهاشون شریکه. یه نکته رو بهتون بگم جالب آقای چالنگی، این وقتی من از آقای محسنی اژه‌ای صحبت میکنم، آقای محسنی اژه‌ای یکی از باندهای مخوف جنایت و سرقت و دزدی رو در جمهوری ولایت فقیه داره. به همین دلیل آقای خامنه‌ای ارتقای مقام بهشون میدن، معاون اول جانشین رئیس قوه قضاییه شون میکنن، مقدمه ای برای که ایشون بعدن بشه رئیس قوه قضاییه و رئیسی رو میبرن به دادستانی، دزد دیگری رو. ایشون پرونده آقای زنجانی رو به دست گرفت. از همون ابتدا معلوم بود که قصه چیست. فردی به نام علی آقا شوفر که همدست آقای اژه‌ای هست، ایشون رو با بابک در یک سلول گذاشتن. شکنجه‌ای بر سر بابک در 48 ساعت آورد که مقادیر زیادی از پولهاش و جاش رو پیدا کردن و منتقل کردن به حساب‌های اژه‌ای، دامادشون و کس و کار اقوامشون. بعدم
کسان دیگری باج‌خواهی کردند. مثلا آقای وحید حقانیان اخوی در خارج از کشور دارن، دستور داده شد به اخویشون مبالغی پول داده بشه. این آقا فعلا در زندانه به عنوان گاو شیرده، تا جایی که شیر داره میدوشنش، و اگرم حساباش در خارج جابجا شده به این خاطر بود که از درون زندان حواله داده که این مبلغ به حساب آقای فلان ریخته بشه، این مبلغ به حساب آقای رئیسی، این مبلغ به حساب آقای علی، آقای صادق لاریجانی، این مبلغ به حساب آقای اژه‌ای. این نقل و انتقالات است. و اون وقت هیچ وقت یادمون نمیره، ماهافرید رو میکشن، خداداد رو میکشن، و یعنی وقتی آدم اینا رو میبینه به نظرش میاد که با واقعا قوم و ظالمینی روبرو هست که به نام اسلام کوچکترین مبانی اخلاقی رو رعایت نکردن و ظلم و بیداد رو به آنجا رسوندن که آدمی مثل فاضل خداداد بیچاره رو کشوندن به وطن، کشتن، و برادر آقای رفیق دوست راست راه رفت و هنوزم جزو خرید کنندگان بزرگ نظامه. یا ماهافرید خسروی رو که پول خودش هم آورد تو کشور سرمایه گذاری کرد به قتل رسوندن. اینه که آقای آقای نوزاد، شما ببینید، من وارد این مبحث موضوع برنامه نیست که اسلام کدام هست، اسلام واقعی چیست یا نیست، باید کارشناسانی آورد و صحبت بکنن. الان انواع و اقسام به قول بسیاری قرائت‌های مختلف از اسلام در منطقه با بیرق‌ها و خنجرهای متفاوت هست. یک نوعش هم در ترکیه هست که حالا به چه سمتی داره میره بماند. از اون بگیرید تا داعش تا بقیه. ببینید و عنوانش هم اینه، هر کسی اون یکی متهم میکنه که به نام اسلام چنین میکنن چنان. من فقط در ایران که حکومت شیعه هست دو سه نفر بیشتر نمیشناسم. یکی از اون دو سه نفر کسی هست، کاظمنی بروجردی است، روحانی که اومده گفته جدایی دین از حکومت. بسیاری از آقایونی که مخالف این حکومت هستند، بسیاری از صاحب نامان هر کی که هست، جدی هم نگرفتن آقای بروجردی رو، حتی شوخی کردن، جوک گفتن یا هر چیزی که هست، هنوز هم میگن. درست؟ همونهایی که حرفای آقای بروجردی رو به شکل دیگه میزنند، یک مقداری از کام کارپوپری کسی رو بهش اضافه میکنن، همون حرفایی که ایشون میزنه دارن. خب شما میگید که چنین کردن، بر بخاری علاءالدین نشوندن، ایشون رو در زندان شکنجه میکنن ساعت 2-3 بعد از نصف شب، و بعدن همون 2-3 نصف شب تلفن خونه رو میگیرن. شما اینا رو میدونید، من برای بینندگان میگم، و بعد به خانوادهشون یا کسان دیگه همراه هر کسی از نزدیکانشون وصل میکنن که صدای شکنجه شدن رو بشنن. بله. چرا میون این همه روحانیت شیعه بلند نمیشن با صدای بلند در منطقه، صدای قوی رسا؟ این سوالو من بارها کردم. چرا بلند نمیشن آقای نوریزاده؟ اگر اسلام روایت دیگه ای داره که داره، چرا بلند نمیشن این کارا؟ آیا مورد تایید همه روحانیون شیعه است؟ آقای همه مسلمانانی هست که الان در فصل حج هستن و در اونجا حدود 3 میلیون در همون منطقه. آقای چالنگی عزیزم، اینها یا مرعوبن یا مرعوبن یا مزدور، غیر از این دوتا نیست. برای اینکه یه جمعشون، بارها من گفتم، آقای وحید خراسانی مرجع اعلی چون شنید تلویزیون حضرت عباس رو قرار نشون بده، ریشاشو کند و عمامه زد زمین گریه کرد، اما برای ندا آقا سلطان اشکی نریخ، حرفی هم نزد، و برای صدها جوونی که کشته شدن، شکنجه شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن. دامادشون هم رئیس قوه قضاییه است. آقای شبیر زنجانی زبونشون خوردن. زمان شاه اگه یه آخوند عطسه میکرد، شاه جنایتکار، کشتن، بردن، روحانیت اسلام رفت. الان چند تا روحانیان بازداشت دادگاه ویژن، خدا میدونه. خود آقای بروجردی رو همین چند شب قبل میخواستن یعنی بترسونن، وحشت زدش کنن، اعدامت میکنیم و از این حرفا. و بعد آقای رضی شیرازی خونه نشینه، محقق داماد صداش در نمیاد. چرا؟ چون وحشت دارن.
اولا اینا علیه تمام روحانیون پرونده سازی کردن، فیلم دارن از زندگی های خصوصیشون و ارعاب کرده. هیچ رژیمی در تاریخ تشیع، در تاریخ اسلام اینقدر جنایتکارانه با اسلام برخورد نکرده که این رژیم کرده. مرجعیت رو نابود کردن. کجا دیگه مرجعیت تو ایران وجود داره؟ همیشه در ایران سه تا چهار تا مرجع بزرگ داشتیم، از مرحوم عاشق عبدالکریم آقایری، مراجع ثلاثه زمان انقلاب مرحوم آقای شریعت مداری، گلپایگانی، مرشی نجفی، تهران حاج آقا احمد خونساری. الان کسی رو نداریم. مراجع قم همه نوکرن در بست، یا آقا صادق شیرازی که اونم خب راه خودش رو میره. بقیه نه، بقیه همه مرعوب و مزدور، یا مزدورن یا مرعوبن و حرفی نمیزنن. در نجف هم همین کارو کردن. در نجف آقای بشیر نجفی یک کلمه حرف اومد علی مالکی زد، نزدیک بود بکشنش. خونه آقای سیستانی، خود آقای سیستانی گفته لب حوض که وضو میگیرم صدای افتادن آب آقای خامنه ای میفهمه. میخوام بهتون بگم اینا رو تا این حد ترسوندن، ارعابشون کردن، فاتحه مرجعیت رو خوندن، انا لله و انا الیه راجعون. تفسیر شما و سخن شما رو میشنویم آقای سازگاری است. در مورد چی آقای چالنگی؟ در مورد همین، این پرسش من در برنامه دیگه هم داشتم، این همه اقداماتی که در ایران انجام میشه، از زندانیان، شکنجه زندانیان، اعدام ها، از محسن امیر اصلانی به خاطر یه تفسیر دیگه که داشته از سوره یونس، تا فساد مالی که هست، چرا یک صدای قدرتمندی در درون ایران از روحانیت شیعه بر نمیخیزه اونطور که پیش از انقلاب در کوچکترین موارد برمیخواست؟ علت اجتماعی سیاسیش چی هست؟ به هر حال روحانیت حافظ یک سری سنت هاست و پیش از انقلاب هم فرض کنید بعد از کودتای 28 مرداد آقای بروجردی، آیت الله بروجردی، برای شاه که از خارج فرار کرده بود برگشته بود، تلگراف تبریک زد. اینطور هم نبوده که قبل از انقلاب فکر کنید همه مراجع ضد حکومت بودن. ریشه فکریش آقای چالنگی اونجاست که آقایون، اونهایی که زمان شاه هم با شاه مخالفتی نمی کردن، استناد می کردن به یک حکم فقهی و می گفتن که وقتی سلطان عادل شیعه داره حکومت میکنه، حجت شرعی ندارند برای مخالفت با او. شاید آقای خمینی در بین فقهای شیعه منحصر به فرد باشه، این حرف رو زد به شکل فتوا که سلطنت از اساس خلاف اسلامه. چون این چیزی رو هیچ کدوم از فقهای قبل از ایشون که خیلی هم گردن کلفتر از آقای خمینی بودن نگفته بودن. الان هم کثیری از این آقایون اگر ازشون بپرسید میگن وقتی فقیه عادل جامع و شرایط حکومت میکنه و حکومت شیعی بر سر کاره، حجت شرعی برای مخالفت ندارن به لحاظ فقه خود این آقایون. که البته خیلی این حکم رو میشه مورد مناقشه قرار داد، اما بخشهایی از این آقایون به هر حال مخالفت کردن. همین هفته گذشته سه نفر از دستندرکاران دفتر آیت الله صادق شیرازی رو ممنوع الخروج کردن، به تمامشون رو صدا کردن، در سراسر کشور ترسوندن و در دوره جمهوری اسلامی از آیت الله شریعت داری تا قومی، شیرازی، روحانی، منتظری، ده ها نفر از مراجع یا زندان شدن یا سرکوب شدن. اما یک نکته را فراموش نکنید، به قول مارکس میگفت که اگر همه اصول هفدهگانه مسیحیت رو از این روحانیای مسیحی شما بگیری صداشون در نمیاد مگر اینکه یک 17 زمیناشون رو بگیری. یک ده از این آقایون اعوان و انصار و دفاترشون، داماد و پسر و غیرهشون آغشته یک منافع و بدبستون ها و موقوفات و غیره هم هستن که در حفظ از دست اندازی حکومت به اونا هم میترسن. بسیار سپاسگزار هستیم آقای سازگارای عزیز و امیدواریم این بحث رو بتونیم در برنامه های دیگه با کارشناسان دیگه ادامه بدیم. با سپاس بسیار از شما و همینطور سپاس از آقای نوریزاده عزیز که در گوشه دیگر از اروپا با من شما عزیزان.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، همراه با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوساران دراک، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.